سلام، خیلی خوش آمدید، خیلی متشکر که کارگاه ما رو انتخاب کردید. ببخشید به خاطر تأخیر، دیگه از این اتفاقات معمولا میفته. ما امیدوار بودیم، خیلی برنامه‌ریزی شده نیست، مشکلات ویدیو پروژکتور و اینا. همچنین که میدونید امروز قراره که آشنایی با در شروع آشنایی با برد رزبری رو بگیم، بعد شروع کار با جی پی آی او ها و خلاصه به سطحی میرسید بعد از این کلاس احتمالاً که بتونید یه ارتباط فیزیکی با دنیای خارج برقرار کنید از داخل بردتون، چون به هر حال که به حالت برنامه نویسی و اینا احتمالاً دیگه سطح کلاس مشخص. من رادمهر الماسی هستم و به همراه هم آقای علی نیکخواه کلاس رو بتون ارائه میدیم. خب من خوش آمد میگم و مطمئن بسواری میکنم. یکم با من نزدیک هستم. یا با رزبری پای حالا چون مدل های مختلفش کار کردن یا حتی خریدن دستش رو کم تر از نصف تقریبا. شما حالا هر بردهای دیگه شبیه این لینوکس بیس چی؟ لینوکس بیس لینوکس چقدر آشنایی دارید؟ با هم پوشانی داره کسایی که هم لینوکس کار کردن هم بود. خیلی خب، حالا به خاطر این ما اینو میپرسیم که چون مطالبی که میگیم خیلی فلکسیبله، یعنی میتونیم که تو سطوح مختلف بگیم و خب حالا سعی میکنیم که دیگه حالا در سطح که دیدیم بگیم. فهرست مطالب میبینید، اول با این شروع میکنیم خیلی سریع که رزبری چیه، تاریخچه‌اش رو میگیم خیلی کوتاه، چرا باید با رزبری کار کرد، چرا بهتره که البته باید کنیم، چرا بهتره که با رزبری کار کنیم، نسل‌های مختلف رزبری رو میگیم و خیلی سریع قسمت‌های مختلف رو در حدی که یه آشنایی اجمالی با برد پیدا بکنیم. بعدش هم که با سیستم عامل‌های سازگار رو رزبری آشنا میشیم و بعد از اون کلاً شروع می‌کنیم از صفر که وقتی سیستم رو انتخاب کردیم چجوری حالا استارت کنیم کارمون، بعد با استرچ آشنا میشیم و قاعدتاً بعدش با سیستم عامل لینوکس بیس هم لینوکس هم آشنا میشیم و بعدش یه مورد خیلی کوتاه رو بهش خواهیم داشت و در ادامه هم که از هم بزرگتون جی پی آی او رو توضیح میدیم. جی پی آی او چیه؟ کلن برای چی ما باید با جی پی آی او آشنا باشیم؟ ضرورتش چیه؟ چند تا برنامه رو تحت شل لینوکس میگیم بهتون که چجوری بتونید جی پی آی او رو باش کنترل کنید، یعنی بدون نیاز به گرفتن چیزای برنامه و کتابخونه ها. در مورد کامپایلر ها میگیم که توی پایتون چجوری برنامه رو بزنیم. یه توضیح خیلی کوتاه در مورد IoT و یه پروژه هم در نهایت اجرا میکنیم که حالا پروژه فانی هم از جالبه که دیگه تمام مباحث جمع میشه و در واقع نقش لینوکس توی IoT رو نشون میده یه جوری. خب رزبری چیه؟ رزبری در واقع یه مینی کامپیوتر که الان می‌بینید توی ابعاد خیلی کوچیکه. سال 2009 توی دانشگاه کمبریج یه کارگروه شروع کرد کار رو به عنوان بنیاد رزبری که هدفش این بود یه بردی بزنه که در واقع یه مینی کامپیوتری بزنه که همه قابلیت کار با کامپیوتر رو پیدا کنن، همه بتونن دسترسی پیدا کنن، قیمت پایین داشته باشه و خب به خاطر ابعاد کوچیکش همه جا قابل استفاده است و خب یه خوبی دیگه هم که داره همون جی پی آی یا ورودی خروجی هاشه که با همین ورودی خروجی ها شما میتونید پروژه های مختلفی، در واقع خلاقیت محدودیتی دیگه نداره با این پروژه، با این بورد. چرا رزبری؟ به خاطر اینکه ارزونه. حالا به نسل‌های مختلف رزبری که برسیم
قیمت ها هم هست. حالا قیمتش از 5 دلار شروع میشه تا 35 دلار که گرونترینش همین پای 3، رزبری پای 3 جدیدترین مدلشه که 35 دلار، ارزونترینش زیروه که 5 دلار رو حالا اینکه چجوری قابلیتش رو تو میگم. سیستم عامل های مختلفی روش قابلیت اجرا داره، ریسک و اس، حالا توی بحث سیستم عامل اونم بهتون گفته میشه. و خب با توجه به اینکه سیستم عامل روش نصب میشه، خب قابلیت برنامه‌نویسی تو زبان‌های مختلف هم روی این بورد داریم. خب نسل‌های مختلف رزبری، خب اولین نسل که سال 2012 در واقع ریلیز شد، رزبری پای 1 بود. از نظر ظاهری که البته 1 و 2 3 فرقی نکردن، همشون یکی، اما تو از نظر سخت افزاری رشد داشته. اولین نمونهش که 2012 بوده یه سی پی یو تک هسته 700 مگاهرتز بوده. حالا مدل آ و آ پلاس و بی و بی پلاس توی ورودی خروجی‌ها یه تغییراتی توش بوده، یعنی ورودی خروجی‌ها توی دو مدل بوده، 256 میگرم 512، و این که حالا قابلیت این که با SD قابل برنامه‌ریزی باشه، یعنی سیستم قابل نصب باشه، و مصرفش هم بین 1.5 تا 3 وات بوده که خیلی پایینه، مخصوصا توی اون موقع خیلی خوب بود. ولی توی شروع خیلی برد همگانی نشد، درسته که خیلی سر صدا شد، همه فهمیدن این برد تولید شده، ولی تا رزبری پای 2 که یه بهبود سخت افزاری قابل توجه داشت، خیلی توی تمام دنیا چیز نشد، پخش نشد. به هر حال رزبری پای 2 وقتی اومد سی پی یوش بهبود پیدا کرد، 2.3900 مگاهرتز شد، رمش هم بیشتر شد، 1 گیگاهرتز شد، و رزبری پای 3 که بردی که امروز باش کار میکنیم 1.2 گیگاهرتز، 4 هسته 1 گرم، و خب دیگه قوی ترین بردی که تا حالا زده، و واقعا هم پروژه خیلی خوبی میشه باشه انجام داد، یعنی از نظر سخت افزاری ما ندیدیم جای کم بیاره. این مدل زیرو قبل از رزبری پای 3 ارائه شد، در واقع این حاصل سرمایه‌گذاری اریک اشمیت، یه سرمایه‌گذاری 2 میلیون دلاری کرد داخلش و خواستن یه بردی بدن که با قیمت پایین 5 دلاره، همونجوری که می‌بینید با قیمت پایین، یعنی همه توانای خریدش رو داشته باشن. این برد و اراده برد خیلی جالبیه، حالا با توجه به قیمتش اینم طیف وسیعی از پروژه ها رو میشه روش انجام داد. خب قسمت های مختلف برد رو میبینید، این که سی پیو برودکام BCM2837 همون سی پیو که حالا تو برد ما 1.4 هسته 1.9 گیگاهرتز، سوکت خروجی برای اتصال LCD می‌بینید، LCD که البته مخصوص همین بورد رزبری باید باشه، پورت خروجی دوربین رو می‌بینید، خروجی صوتش، صوتیش جک 3.5، خروجی برای ویدیو، اینم برای اتصال برقش، اینکه آیا بورد داره SD می‌خونه یا نه، SD هم که اینجا جا می‌خوره، 4 تا هم USB داره و پورت اترنت. اینم بگم رز 3 اولین رزی بود که آنبورد وایرلس لن هم روش بود، یعنی ماژول وایرلس هم داره، وقتی سیستم رو نصب کنید دیگه خود به خود اونم در اختیارتون هست، بلوتوث و وایرلس. اینم حالا بس وارد GPIO که شدیم دیگه کامل توضیح میدیم. این پین هدر چقدر الکترونیکی داریم اینجا؟ خوبه که هم نیستن. پین هدره که در واقع همین خروجی های دستگاه میشه، خروجی ورودی دستگاه میشه، که حالا یه توضیح هم داده BCM هش، حالا اینکه BCM چیه، وایرپا چیه، اینا رو بعدا توضیح میدیم و بارد بس. خب بعدش من چیز بگم، slides.com/2016 هست که اینجا رو تعمیر کد و اینا داریم، میتونید خودتون هم دنبال کنید و بعدا هم میتونید داشته باشید، چون این مطالب کلی‌تری توش هست که ما می‌رسیم تو کار داریم. خب چه سیستم عامل رو این طرح هستم؟ چه سیستم عامل رو اینجور بردارید؟ اجرا کنید، نصب کنید، باش کار کنید. خب همونطور که می‌دونیم معماریش آرمه، آرم آرمی 27 یا آرمیچه فیل 7، حالا
معماری که داره و نسبت به اون موقع استانبول رو انتخاب کنیم باید. خب قطعاً میریم سراغ لینوکس چون لینوکس بیس هست و حالا اینکه چه سیستم رو انتخاب کنیم خیلی توضیح های مختلف دیم سرطا توضیح داریم و قطعاً بریم دنبال توضیح هایی که نسخه آرمشون هم دادن و همچنین سازگاری داشته باشه با رزبر پای سه چون خیلی سامل آرم دارن ولی تو گوه میخونن تو سه مشکل ساز میشه خاطر رامیه که دارن بیاییم به یک کنترل داشته باشه. یه سری از معروفترین یا پرستخدادترین سامل هایی که داریم و اینجا داریم میبینیم شامل تک تک ما هم برسی کنیم برسیشو حتی هم برسی سامل هایی که میتونیم به چون کسیم رزبی هم چرا که خود بنیاد رزبی پای مساسه و بعدا هم کسیم که هم دکومنت کاره داره و خودت داشته باشه کاملا کامپتی بوده راحت میتونید باش استفاده کنیم به اصلاف داره که به صورت پیکسله دوستان این باید باید که خیلی کامپیوتر هایی که باید روش باشه هست پایتون هست و دادمه دیگه دوستان هم با همین پروژه هم کرد ولی خیلی توضیح دیگه هم داریم مثل اوتومیت یا ماتر یا سبی اوبونتو اینا دوتاشون زیر شاخه اوبونتو هست یعنی از اوبونتوی رو توش شدن ریستشون هست که همون دیوی هم میشه حالا این دومی این یه شمه که سنگیل تره لینک همینه پروسس و سایت و اینا ولی خب دیگه شما قصدی اوبونتو یه خواهی داشته و از بری خواهی و سیگه کاربور چون داره و این که بخواد چی کار کن یه سنگی هم یه آیوتی کوره یعنی یه کوریه که برای کاربور تو اینترنت چیزها نوشته شده تقنان سبکه پایدارو که از تلگرام یا این اصافه هم که یه توضیح از دوگونتو دوگونتو هم از دوگونتو میاد اسه یار پایی هم که کلا مستقل این ها رو آره اینجا بیشتر اگه هایش هم نیستی بیشتر بعدا یه رسوجی کنید این کلا رو بدونید که چه سیستم آمودایی محبوب هست بعد که آرچ آرچ نیست هم که غلط هم میدونید ولی خب تو نصبش بکنم پیدا میکنید جنتو هم که کاملا مستقله سامان فیلم بیرسی هم هست در روزی آرمشون اگه هم بخواید مثلا سیکیوریتی کار کنید که کاری هست دیسکویس هم که خود بنیاد رزبری پای که هم خود تیم آر تو انگلستان هم اومدن برای اینکه آرما آرشده کشو دارن باید یه سیستم بلن مطابقه هم به نام دیسکویس پای نوشتن که نه لینوکس نه ویندوز هیچ شباهتی بنیاد نداره ولی خب کاملا با آر منطبقه و از من میتونی استفاده کنی ولی بچه من آخرین ویسوریزی که الان هست با پایسه خود ایمیج استی ایمیجش کامپتیف نیست بعد رامش رو بگیرید بعد رامش رو بگیرید کنید میکش کنید برای رزوی اینجا میگنی که داریم که ده ها توضیح دیگر رو میتونید ببینید وقتی بینید تو زنید سایت این توضیح هم خودم بدم راجع به اینکه ما باید بدونیم چی کار کنیم بعد سیستم بدون انتخاب اگه هدف ما این باشه که بخوایم خیلی کم هرج باشه و خیلی سبک باشه خب سوال ایشون از اینا هست تو حد اقل از بری هم دو مدل داری یکیش که فولش یکم لایته که فولش جی آی هم داره و کامل لایتش نسخه یونیفای شده شد که حد اقل اینا یک تا سه گیگ حد اقل ایمیج فایل بشه و بعد هم که رایت میکنی فرمت پارتیشن یک سی فورتون به پنج تا هفت هشت گیگ میرسه حد اقل یه سی کارت هشت گیگ حد اقل اینا میده بیشتر هم که خب اگه بخواد خیلی سبا کار کنید قطعا بهش خود انتا نمیشه پیش ولی خب هستن توضیح های دیگه ای که مثل تاینی کور مثلا تاینی کور توضیحه که همین هفته پیشم هم ورژن 8 اومد و ایمیش فایل 5 ما دو خب پکیج منیجرش هم TCEه و فقط هم تکست مود داره و شما جی آی ندارید گرچه دارن رو جی آیش هم کار میکنن چند هفته دیگه و میام حالا قبل ورژن 7 هم با رزبری 3
معتبر بود و میشد کار کرد. یه مثال زدم فقط راجع به اینکه میشه سوابق این چیزا یعنی از این دیگه سوابق نداره. پس مطابق با نیازمون انتخاب می‌کنیم، ولی برای شروع بهترین انتخاب همون رضویه میتونه باشه. و با رفتن تو سایت قطعاً رزبری .org سایت رزمی رزبری پای، خب بینیم تو تب دانلود همونجور که میبینید اینجا ما یه سری جزمه. خب اون اول ما نوبز رو میبینیم و رزمی هم نوبز چیه؟ نوبز سیستم نیست نیو اوت آف فایز یه چیزیه ترکیب از چندی سیستمه که نوز خودمون هم معنیم داره خودمون هم بگیم و تقریباً یه ایهان به همون داره. یعنی چی؟ شما اگه به خیلی محتری باشین نوز رو کپی میکنید، رایت هم نیست کپی میکنید تو استیکار، هم نسخه آفلاین داره هم آنلاین. بعد یک لیستی از سامله وقتی رزبری پای بالا میاد به شما میده که کدوم میخواید، میتونید ملتی انتخاب کنید یا تکی انتخاب کنید که اون سیستم عامل نشه. مثلا یه خود رزمیان هست کنید و اون تو اسنپی مثلا نشه. یه چند تا گزینه تو ما هست که حالا یکم کار راحت تر کرده پیشنهاد نمیشه. اینکه حالا ما باید بول از پای کار کنیم یه قطعا یعنی که میخوایم بیام تو لایه های پایین تر رو یکم حرفه‌ای تر کار کنیم. پیشنهاد بعدیش رزمیانه که سیستم عامل خودشه. حالا سراغمون میریم. این پایین هم تقریبا همون چیزایی که من گفتم هست. حالا اینکه هیچی این OSMC Open Source Media Center، اگه بخواد یه Media Center خیلی شیک و های پرفورمنس داشته باشید تو خونه یا هر جای دیگه ای میتونید از OSMC استفاده کنید و باشید ویدیو، موزیک و فایل منیجر داره، خیلی هم UI خوبی داره ازش استفاده کنید. ویزوالی کم که اینا همشون اینو ویسپایس ها که گفتم بدر استیشن هم یه چیز خاصه واسه اینکه رزبری پایتون رو به یه استیشن به یه بدر استیشن تبدیل کنید، یه ایسکای هواشناس ویسپایس هم تتوزی دارم راجع بهش. بینت هم واسه یه سیستم عامل نیست، رو اوبونتو سرور نصب میشه که باش میشه کارهای تو کلاس آموزشی کرد. ویبل یکم که یه شاخه از کدیه برای کار مثل همون مدیا سنتر تقدیمه، ولی یکم خب بریم تو صفحه رزمی هم بریم چیه. خب آخر رزمی رزمی هم بعد فیزیک هم اومد جسی اومد که پیکسل پیکسل همون دکستاپ انوایرومنتشه یا محیط دسکتاپ که آخرین نسخش اینه سپتامبر 2015 اومد. میتونید اینجا دانلود کنید به راحتی. نسخه لایتش هم داریم که نسخه مینیمالشه، یعنی تمام رابطه گرافیکی و اینا ازش هست شده و فقط تکست مود خیلی سبوکه، به سبوکتره و مثلا یک سوم این همین داره و یکم ما با همون بدن شروع میکنیم. خب الان چند تا سناریو پیش میاد. اینکه ما کوبل از بریپایی که تهیه کردیم استیگارت هم حد اول میگیم 16 لیتر تهیه کردیم دوباره چیکار کنیم؟ مثلا از بریان هم ایمیجش رو دانلود کردیم. حالا یه سری امکانات هم میخوایم، موس، کیبورد، مانیتور. این آسان‌ترین روشی که میشه شروع کرد که خروجی HDMI بگیریم ازش و سیستم رو وقتی که بتونیم روی استیکار شروع کنیم. خب حالا شاید نداشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ مثلا مانیتور نداشته باشیم آره الان هست. بسیار خب فکر کنم بعد میکروفون بگیر. خب ما الان استیکارت رو زدیم، خب فرمت شده است صافه اینجاست صافه سورس. راحت ترین کاری که میتونیم بکنیم ساده ترین کار اینه که با دیسک ایمیج رایتر و اگر واضح دیگه اون آخر هم واضح این میکرو اس دی که ما داریم 16 گیگه خیلی راحت میتونیم اونجا انتخابش کنیم و بعد استارت ری استورینگ رو بزنیم که الان کار میکنیم و بزنیم.
خب شروع میکنه از اول 5 تا 10 دقیقه طول میکشه این کار. یه کار دیگه هم که میتونی بکنی استفاده از دستور دیدیه که توش پاک میتونیم رایت کنیم کپی تو فایل کنیم حالا دیدیش بگیریم یا دیدیه درش 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 بگیریم میتونیم سویچاشو ببینیم باید خب باید که راحت دیدی ایف فایل ایف یعنی فرام فایل اینجا دایرکتوری ایمیجتون رو میزنید حالا هر جا که هست و ایمیج فایل اینجا میزنیم بعد او اس مساویه اون دیوی که یا اون دیوایسی که وصل کردید اون استیگاری که وصل کردید حالا کجا بفهمید چیه یه دی اف میتونید بگیرید یا از اف دیت استفاده کنید که الان خب چون ماونت نیست داری اونجا کار رو خب یا اس تی ای یا هر چی که هست رو با دی اف میگیرید و بعد پس ایف شد ایمیج فایل او اف هم شد اون استیکاردی که داریم و حالا مثلا SDA یا MCDL پاس هرچی که هست بعد میتونید یه آپشن دیگه هم مثلا بیت پر سکندش هم بذارید 4 مگابایت که هر ثانیه 4 مگابایت بذارید یا خودتون لیمیت براش بذارید نیازی نیست حتما بزنید چک کنید لاگ نمیده بعد به همون مقدار زمانی که اینجا طول میکشه 5 تا 10 دقیقه صبر کنید و بعد دان میشه همون کارو دقیقا انجام میده و حواستون باشه این دیوایستون رو وقتی دی اف یا اف دیکس میگیرید پارتیشن نامبرش رو ندارید مثلا SDA 1 2 خودش رو یعنی فقط خود هارد دیسکش رو بدارید حالا هرچی هست یا MCBLK مثلا صرف پی وان میشه پارتیشن پی وان پی وانش رو باید حذف کنید فقط تا صرف باشه این هم یه نکته ایه که حواستون باشه همین دیگه این هم اون چیزیه که خب حالا تو این فاصله تا این داره انجام میشه من این سری من سناریوهای دیگه هم توضیح بدم گفتیم که خب این راحت این رو ما فرض میکنیم که مانیتور هم داریم ولی اگه امکانات نداشته باشیم باید چی کار کنیم خب ما وقتی این رو بذاریم بوت کنیم اوتوماتیک میریم تو لاگین میشیم تو یوزر پای تو رزبری هم سولوشنی که داریم قاعده قطعا SSH حالا یه بحث دیگه هست ما تو SSH باید تو شبکه باشیم دیگه شبکه هم اترنت حالا اگه اترنت هم نداشتیم چه؟ هیچ چیز دیگه نداریم؟ نداریم باید با وایلس باید چیم بیده؟ حالا با وایلس وقتی SSH نداریم چه جور باید چیم؟ میتونیم مستقیم با لن راست بشیم به نه لن نداریم هیچی نداری؟ فقط نه تازه بوت شده هست هیچی کانفیگ نشده بوت شده یا یا که گفتیم جنرالی بود سوشه نداری؟ با اون نمیشه بس نه درسته اگه کم آنچه باشیم میتونیم خیلی راحت خب ما فرض کنید یه وایلسی داریم شبکه داریم که وایلسه خب چون تو شبکه نیستیم چجوری استش کنیم وقتی رو کانکت نیست کافی که وقتی رایت کردیم چند تا سه تا پارتیشن میشه دو تا پارتیشن هستی میشه یکی هم بوته که یه فایل پارتیشنه که بین 35 تا 100 مگابایت که فایل اون تو بود با این پارتیشن پارتیشن استاندارد EXE4 که تو اون دایرکتوری یعنی فایلای خود لینوکس کرنل رو بقیه فایل ها که بعد فایل ها رو مفصل با هم بررسی میکنیم بخش گرانی خب وقتی تو پارتیشن ما بریم به فایل های کانفیگ و کلا به سیستم های دسترسی بریم یعنی دقیقا به همچی چیزی دقیقا به همچی چیزی که خودتون میدونید دیگه روت این روت اوبونتو بعد به روت رزبری هم با استیکار دسترسی داریم خب این یعنی چی؟ یعنی که ما میتونیم کانفیگ ها رو عوض کنیم دیگه مثلا الان اینجا مثال میزنیم تو اوبونتو بریم توی
ETC Network Interface و یه اینترفیس استاتیک بهش بدیم از نوع WLAN 0 قدرتاً چون این بورد و WLAN 0 نام گذاری میشه. اگه یه دانگل مثلا وصل کنید WLAN 1 میشه. حالا با همون 0 و تو اینترفیس کافیه دستور بزنیم که آقا به این SSID با این پسورد حتی وصل شد. وقتی بوت کردیم اول اینکه بوت شه ویت کانکت میشه، ویت نتورکینگ میشه و همون موقع است که کانکت میشه به وایلس که مودم، حالا میتونه هات اسپات باشه، مودم باشه، هر چیز دیگه باشه. برای اینکه بتونیم SSH بگیریم. پس این شد با هیچی شروع کردن با رد. حالا به حد توضیح گفتم برسیم. متعدد بودیم که تموم شه و بعد گرافیکالش اگه تونستیم بیاریم بالا که با توجه به این نمیدونم بشه یا نه، حالا تست میکنیم بیدیم منتظر مونیم انجام بشه. خب حالا تا این میره بریم ادامه خب SSH پل ارتباطی ما با ردویش دارم میدونی دیگه SSH چیه؟ نه یکی از نقاط قوت لینوکس یه شل کاملا امن و سکیوریه برای ازگار شده برای ارتباط با ارتباط بین دو تا کامپیوتر که از طریقمون میشه دقیقا به بش دسترسی داشت و هر کاری که فکر کنید باش میشه کرد دیگه دقیقا کاملا ساده تن راهش هم با همون لنی که ما اون سلوشن هم گفتیم. خب حالا یعنی چی؟ یعنی که قطعا ما میاییم سخت افزارمون رو به یه یعنی ریموتلی کنترلش میکنیم بره پایین دیگه از راه دور کنترلش کن هر جا که میخواد باشه فقط کافیه ما با اون توی شبکه باشه. اگه سرور باشه که دیگه هیچی اوور اینترنت میشه و ما از هر جای دنیا میتونیم حتی کنترلش کنیم. خب این وضعیت خیلی خوبیه مثلا واسه یه دیوایسی مثل اینکه پورتابل پورتبل. پس حالا چجوری SSH کنیم؟ خیلی راحت با از کانفیگ آشنا میشیم SSH دیفالت نیبل هست نیاز به این کار هم نیست باید گفت بدونیم توی این سیستم عامل هم با یک کلاینت با SSH کلاینتی مثل پوتی میشه SSH کرد. اون چهار پایه رو نتونستی بیاری؟ دیگه نتونستم یه دیگه تو SSC هست ولی کلان دیسپنی نداری بوشن هم بوده بیشتر نمیشه؟ نگارش میکنیم از حاصلیم استفاده کنیم که برسی نمی کنیم اینجا ولی خب راحت ترین کار اینه که آی پیشو در بریم. مثلا وقتی اگه تو شبکه لنیم راحت ترین لیولش این بود که نصب کنیم با لن هم به کامپیوتر خودمون یا حتی به مودم وصل می‌کنیم آی پی شو قطعا با این سری دست می‌آریم بعد که فیوز دست می‌بردیم کافی که اگه تو لینوکسیم که آی پی ها حالا اگه که مانیتور هم داشتین که تو خود رزبری هم میتونید این کانفیگ بزنید که مشخصات نتورکتون نشون بده اگه اینترنت وصل کرده باشید این آی پی که به شرکت اختصاصی شده توسط اون دیوایس میشه هر چیز دیگه که ازش نتورک میگیرید. خب در مقابلش هم شما هستید مثلا با آی پی تدریجی. خب شما الان آی پی رو میدونید. حالا کافیه که SSH کنید. خب مثلا با پوتی اگه باشین کافیه تو این محیط اگه کافیه تو این محیط آی پی رو بزنید پورتم که پورت 22 و کاری کنید. همین. مرحله بعدی که باید انجام بدید چیه؟ مرحله بعد اینه که یوزر پسورد بزن. یوزر پسورد دیفالت رزبری هم یوزرش پایه و پسوردش رزبری این دیفالتشه و این از شما میخواد بعدی که یوزر پسورد رو زدی لاگین میشه توی چیز دیگه. خب تا اینجا همه چیز کامن ما میتونیم گرافیک هم یعنی ریموت دسکتاپ هم بگیریم ریموت دسکتاپ هم بگیریم یعنی بریم توی گرافیک مود و این مثلا رزبری اگه باشه از راه دور حتی ریموت گرافیکیش هم بگیرم چجوری با یه چیز مثل قطعا BNC سرور دیگه BNC دیگه تو کامپیوترینگ با BNC سرور حالا اگه توسیم سامل باشید با یه چیز مثل X-Main اینا وقتی کنی بعدم اگه تو لینوکس باشید که با تایپ BNC سرور خیلی راحت
میتونید این کار انجام بدید. حالا این کار انجام میدیم ما ببینم نصد شده یا نه. خب بعد همونجور که نگاه میکنید میبینید اینجا ما یه پارتیشن داریم 66 مگابایت یه پارتیشن داریم که 24 4 گیگابایت همون که انتظامی رفت دیگه ایمیج رزدوریان هم نسخه کاملش 4 گیگابایت خب اون کاری که گفتم و کافیه که اینو ماونت کنیم اینجا خب این همون چیزیه که انتظارشو داشتیم فایل سیستم رزدوریان اینجا میتونیم اون کامپیوتر رو انجام بدیم که الان خب گفتم 25 دقیقه بیشتر نمونده خب ما استور رو در بیاریم و بزنیم خب ما الان یه استیت که زدیم که کانفیگ شده با نتورک خودمون بریم سراغ SSH الان به طور مثال نتورک ما هات اسپات موبایله SSH خب ما قطعا باید با یه یوزری SSH کنیم به رزبری پای که من با اونه پسورد روتتو خب یه چیز هم بگم یوزر روت حالت پیشفرش رو از ریپای فعال نیست با دستوری که حالا جلوتر بهش میرسیم با دستوری مثل سودو پسورد بدید به روتتون و بعد با روت لوگین کنید. خب حالا کار ببینید. خب الان ما SSH داریم به رزبری پای و همونجور که می‌بینید IP که با دبل اومد دبل لن صفر شده و همین بود که زدید. درست. خب بریم ادامه کار ببینید. وقت نداریم. از گنو لینوکس رد می‌شیم. همتون هم با آشنایی سیستم چیه؟ کرنل چیه؟ اینا رو بعد توی اسلاید ها میتونید توی اسلاید ها کامل دنبال کنید فقط من سیستم فایل ها رو سریع بگم با همون فایل سیستم که دیدیم تو فوره یه فایل سیستم های داره بیرون شاکه روت یا اسلش که اینجا فکر نکنم بایدن این افیازه خودم بگم اسلش که خود رو بکنی یا روته که قصد من قرار بود بعد ما اسلش بین داریم بود داریم و خیلی چیزهای دیگه اینجا میتونید توضیحاتشون رو ببینیم مثلا تو بین این باینری داریم یا از فایبر باید باینری زکر میشه دی زیبایتی زکر میشن تو بود همون بود زندگی ها زکر میشن تو یه دی لایبرری ها بود تمام کتاب کنها تمام زبان رو مختلف شد یه بسن تو پلاک پروسس دایرکتوری مونه استش روت دایرکتوری هوم یوزر روت اشتباه نشه این بود استش بر که برای بداس لاگا چیزا توی درکتوری شده کسی چیز به دیگه این کسی هم که یکی از مورد در این دایرکتوری هاست که نمام کامپیوتریشن فایل ها و کامپیوتر های نرم افزاری که نه پکیج هایی که نصب کنیم تو خب شل هم که راجعش توضیح دادیم البته این شل منظور شل خود شل گنو لینوکسه همین محیطی که باش ازش SSH میگیریم توش میتونیم تمام کارهایی که هر کاری که تا رده ادمینستراتور هست ما انجام بدیم کامند فایل منیجر هر چیزی که فکر کنید کپی کنترل شیفت سی پیج کنترل شیفت سی چیزایی که میدونید اون رو بعد میتونید دنبال کنید تمام بیسیک کامندا رو توی لینک هم میتونید ببینید بعدا اگه خواستی حالا نمیرسیم اینا رو و اینجا که بش هم کلا ما بش اونجا توضیح دادیم بش چیه و اسکریپت چیه که یکم تو زمان بندی اینجا الان مشکل داریم
میتونید همه چیزایی که فکر کنید اینجا هست راجع به بش، حتی تمرین هم داریم. با بش میشه یه سری اسکریپت ها رو پشت سر هم فرض کنید ما میخواییم چند تا کار تو شل انجام بدیم، چند تا کار پشت سر هم بیاریم با بش اسکریپت میتونیم اینا رو یه برنامه کنیم و اجرا کنیم. دات استش هم هست که میتونیم اینجا ببینیم، مثلا میخواییم الیدیامون رو تک تک روشن کنیم، یه سری کاری دیگه، حالا فرق نمی کنه هر چیزی که فکر کنیم، هر کاری که فکر کنیم میشه با بش انجام داد و اسکریپت نوشت بسته. بریم زودتر سر کارهای عملیمون. میخوای الیدیا رو بس کن؟ خب جی پی آی او توی رزبری گفتیم یه بس داریم به نام جی پی آی او، یعنی میتونیم از بورد ورودی و خروجی بگیریم. جی پی آی او احتمالا میدونید مخفف جنرال پرپس اینپوت آوتپوت هست. یعنی چی؟ یعنی میتونید برای مقاصد عمومی برای انواع اقسام کارا ورودی خروجی بگیرید از بورد. اسلاید بعدی میرین؟ آره. خب اینجا لیست جی پی آی او تو بردهای مختلف رو میبینید. جی پی آی او ها رو نامبراش نوشته. حالا یه 5 ولت داره برای تغذیه دیوایس های اکسترنال، 3.3 ولت داره جی ان دی هم که زمینشه، این هم که حالا این رنگ رو مشخص کرده، مثلا قرمز گفته برای پاور، اس پی آی یو آرت آی تو سی. خب اینا چی هن؟ شما از همون پین هدر خروجی بورد میتونید ارتباط سریال داشته باشید با محیط بیرون. حالا ارتباطایی که اینجا گفته راحت ترینشون یو آرت، سریع ترینشون اس پی آی، آی تو سی هم قابل استفاده است که حالا دیگه برای استفاده باید ماژولاش بگیرید. خب گفته که سطح منطقی ولتاژ تو رزبری 3.3 ولت، از هر پایه ماکسیمم 16 میلی آمپر میشه گرفت که بیشتر از 5 میلی آمپر بشه به آسیب میزنه به پورتتون. و اون 5 ولتی هم که نوشته ربطی به آی سی نداره، یعنی شما میتونید ازش تا 700 میلی آمپر هم بکشید و استفاده کنید. خب این هم یه توضیح مختصری داده که چرا اصلا باید بورد انتخاب کنیم سیستم عامل باشه، که دیگه کامل توضیحاتش رو دادیم دیگه، فکر کنم سیستم عامل اشتباه شد اینجا. وارد برنامه میشیم، یه برنامه‌ای که ما باش بتونیم یه LED رو روشن خاموش کنیم که معنیش میشه صفر کردن یه پورت خروجی. خب اولین راه حلی که ما داریم با استفاده از خود در واقع شل است. با ما بش میخواییم کار رو انجام بدیم، یعنی نیاز نیست که ما بریم کتاب خونه بگیریم. حالا میگیم کتاب خونه داریم، RPI GPIO داریم، وایرینگ پای داریم. خب با اونا که میشه خیلی راحته میگیم، ولی خب حالا ما اول میگیم که فرض میکنیم شما کارو با یه برد خام شروع کرد که رزبریان روش نصب. البته اینجا توضیح داده که با یوزر روت شما باید سطح دسترسیتون روت باشه که بتونید کار رو انجام بدید. خب توی رزبری پوشه سیس کلاس جی پی آی او اکسپورت، اینو حالا کد لینوکس رو ما توی اسلاید گذاشتیم میتونید بخونید. وقتی میگیم اکو 25 این علامت رو که میذاریم یه فایل ساخته میشه و عدد 25 ریخته میشه داخلش. حالا اینکه این فایل هم واقعا چیه، در واقع این فایل یه جور ویرچوال فایل هست، یعنی واقعا وجود نداره، منتها به هر حال تو میتونیم روش چیزی اعمال میتونیم بهش ورودی بدیم و مقادیرش رو بخونیم. خب آره، حالا من نمیدونم بردم شما نمیبینید، ما میخواستیم که یه سکوی چیزی باشه برد رو نشون بدیم که ورودی خروجی بدیم.